انجمن وکلای مدافع افغانستان خواهان بر رسمیت شناخته شدن از اسوی امارت اسلامی است. اعضای این انجمن در یک نشست خبری میگویند که نیاز است تا مسئولان حکومت کنونی برزش های عدلی و قضایی حرمت بگذارند و اجازه فعالیت آزادانه به وکیلان مدافع را بدهند. اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان امروز در کابل نشست خبری برگزار کردند و با صدور قطعنامه خواهان حفظ ارزش‌ها و استقلالیت این انجمن از سوی حکومت سرپرست هستند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به عنوان نهاد مستقل کما فی السابق ابقا و مورد حمایت امارات اسلامی افغانستان قرار گیرد. دو، منابع مالی، تجهیزات، اجناس، اموال و مالکیت انجمن مستقل وکلای مدافع از تعرض و تسلط مسئول نگاه داشته شود. اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان میگویند که امارت اسلامی برای تامین عدالت در جامعه باید وکلای مدافع را حمایت نماید. عنصر مهمی تامین عدالت را چه کند؟ در پالوی خود حفظ و زمینه فعالیت برشان زیاد مساعد کند. که تاسی غواری چه معاصری حکومت داری نمونه دنیا تا وړاندې کوي او د دنیا سره تعاون وکي، یوه لاره دا ده چې د عدالت دپاره یو لوی نهاد هغه انجمن د مستقل وکلای مدافع دی چې هغه یا د وکیلانو مستقله اداره ده چې تاسې په رسمیت وپیژنئ. اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان نیز ادعا می کنند که امارت اسلامی بیش از 35 میلیون دارایی این انجمن را که از بودجه شخصی وکلای مدافع است مسدود کرده است و قرار است آن را به خزانه دولت انتقال بدهد. امی دارایی را که شما میخواین آل انتقال بتین برای حساب وزارت مالیه در دارایی دولت، ای را شما یک جای بسازین، گتش کنین به کدام نام؟ انجمن وکلای مدافع افغانستان میگوید که این انجمن بیش از 6000 عضو دارد. شماری از اعضای زن این انجمن از حکومت میخواهند تا اجازه دهند در جامعه کار نمایند. تمام محکمه ها برای وکلای مدافعی که جوازشان تمدید نشده بسته است، چی از طبقه اوناس باشه چی از ذکور، 100% جامعه ضرورت دارد تا که اونا به فعالیت خود آغاز کنند. خانم ها یک رول مهم جامعه را دارند و همیش باید حضورشان باشد در انجمن و در جاهای دیگه. وکلای مدافع افغانستان یک تجدید نظر بکنن، یک تصمیم بهتر بگیرن که حداقل بتانیم ما دوباره فعالیت خود به عنوان یک وکیل مدافع آغاز بکنیم. وزارت عدلیه امارت اسلامی درباره گفته ها و ادعاهای این وکیلان مدافع تا کنون چیزی نگفته است. برای بحث بیشتر روی این موضوع بانو تمنا صدیقی وکیل مدافع را در برنامه با خود داریم. بانو صدیقی سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. وضعیت وکلای مدافع اکنون چگونه است؟ فعالیت میکنند یا نه؟ اگر میکنند در چه سطح؟ به نام خدا، سلام خدمت شما و تمام بیننده های شما. بله، وکلای مدافع فعلا فعالیتشان دولت نیمه تعلیق است، چون در بعض موارد میتونن کار بکنن ولی کارشان محدود است. مثل دوره قبل نمیتونن به خوبی کار بکنن، چون اینا نمیتونن که جواز جدید بگیرن. انجمن وکلای مدافع با وزارت عدلیه مدغم شده و این ادغام سبب شده که وکلای مدافع نتونن به درستی کار فعالیت خود کما فی سابق ادامه بدهن. آیا جوازی که قبلا هم گرفته بودن اکنون نمیتواند که به عنوان یک مجوز قانونی شمرده شود یا ملغا شده؟ متاسفانه اینجا یک تضاد، یک تکر واقع شده. قبلا جوازهایی که از طرف انجمن مستقل وکلای مدافع صادر شده بود، ما میتونستیم برای از او به شکل مناسب و نرمال کار بکنیم. وقت رژیم تغییر کرد، از طرف وزارت عدلیه به وکلای مدافع گفته شد که باید از آدرس وزارت عدلیه جواز اخذ کنند و کار خود ادامه بدهند. ما بنا به مشکلاتی که ما دقیقا از او آگاهی نداریم، از طرف وزارت عدلیه به ما جواز داده نشد و جوازهایی که هنوز تاریخ دارن او از طرف محاکم قابل اعتبار نیست و ما نمیتونیم برای قضای مدنی برای از او وثیقه بگیریم و برای از او ما نمیتونیم که درست کار بکنیم. در میان این وکلای مدافعی که به ویژه در شهر کابل فعالیت میکنن در پایتخت، چه تعداد برمان هستن؟ در کل حدود 6000 وکلای ذکور اوناس است که از جمله 1500 نفر وکلای اوناس است که فعلا اکثریت از اونا در کابل و در شهرهای مهم افغانستان کار و فعالیت دارن و متاسفانه با کوشش های زیاد ما نتانستیم که مو شخصیت و هویت حقیقی وکلای مدافع رو ثابت بسازیم و به درستی کار کنیم. نشست خبری دایر شد، امارت اسلامی چه پاسخ داشت؟
یا وزارت عدلیه کنونی؟ متاسفانه تا فعلا کدام جواب روشن از اونا دریافت نکردیم، ولی در کل وکلای مدافع حدود 6000 وکیل مدافع است و توجه عام تامشان خدمت برای مردم، برای شهروندا است، به اینا توجه نشده. ما نتونستیم برای مردم اون چیز که نیاز داره ارائه کنیم، خدمات مناسب حقوقی را. در این حال کوشش جریان داره که انجمن وکلای مدافع را مدغم بسازن به وزارت عدلیه، هم از نگاه تشکیلاتیش و هم حدود 6000 وکیل مدافع که است، اونا باید مدغم شه به وزارت عدلیه. و یک مشکل بزرگ برای وکلای مدافع ایجاد میکنه، چون وزارت عدلیه ظرفیت تمام نداره که 6000 وکیل مدافع را استخدام بکنه و دمی بین جامعه دوباره درست به شکل مناسب اینا ارائه خدمات بکنن. و در این حال موضوع سرنوشت و موضوع جایداد وکلای مدافع است، اما موضوع انجمن و مستقل وکلای مدافع است و سرمایهش، پولش، اموالش، همش ملکیت شخصی وکلای مدافع است که ما از امارات اسلامی تقاضا داریم، توقع داریم. آیا تصمیم به مصادره این جایداد شده؟ متاسفانه تا فعلا ما چیز روشن در این مورد نداریم، نشنیدیم، ولی به می مسیر روان هستند که انجمن مدغم شود به وزارت عدلیه. ولی ما چند موضوعی را که وکلای مدافع خواستشان است، انجمن وکلای مدافع با پول و سرمایه که دارن، این پول و حق شخصی وکلای مدافع است، سرنوشت از چی میشه. و در این حال ما در انجمن وکلای مدافع کادرهای مسلکی متخصص داریم، در بخش‌های مختلف کار میکنه و حدود 20 سال انجمن وکلای مدافع با مشکلات زیاد تانسته که خود سرپای استاد بسازه و بر مردم خدمات حقوقی ارائه کنه، که متاسفانه ادغام انجمن به وزارت عدلیه ای همه را بی‌نظم میسازه و ما تقریبا 20 سال به عقب برمیگردونه. ما از امارات اسلامی توقع داریم که در این مورد تجدید نظر بکنن، توجهشان به اوید از افراد باشه که به خدمات حقوقی نیاز دارن. پیش از این شبه کار شما چگونه بود و امتیاز و حقوق را چگونه دریافت میکنید؟ بله، قبل از این ما به شکل مستقل کار میکردیم، البته تحت نظر دولت بود، تشکیلات ما تشکیلات مستقل بود و تمام کار و پروسیجر کاری ما تحت نظر دولت بود، هیچ درست. گونه موضوعی نبود. بله، به عنوان یک نهاد مستقل. بله، به عنوان یک نهاد مستقل تحت نظر دولت کار میکردیم و پروسه کاری ما کاملا شفاف بود. شاید از جمله ادارات بود که هیچ گونه مشکل ما در او نداشتیم. و حال ما درخواست داریم، چون جامعه افغانستان مدت طولانی جنگ سپری کرده و این جنگ باعث شده که در بخش‌های مختلف نیاز به خدمات حقوقی باشه و وکیلای مدافع میتونن که اگر کار خوب در این بخش باشه، نظر به تقاضا و نظر به ضرورت جامعه باید استقلالیت انجمن حفظ شه و وکیلا بتونه که به صورت نرمال کار خود پیش ببره. مشخصا خاص شما اگر اولویت بندی بکنیم، برمون یک وکیل مدافع از حکومت سرپرست کنونی چی است؟ در کل خواست ما از امارات اسلامی است، ازشان میخواهیم که یک بار در بین مردم و جامعه یک سروی کنن، ببینن که چی تعداد افراد به کمک یک وکیل مدافع نیاز داره، وکیل مدافع در جامعه چی نقش داره. با در نظر داشت امو درخواست، ما میخواهیم که نقش اصلی و اساسی خود داشته باشیم. ما میخواهیم انجمن وکلای مدافع کمافی سابق با تشکیلات خودش پای بر جای باشه و تحت نظر دولت کارهای خود ادامه بده و این به نفع دولت است، چون ما میخواهیم تحت نظر دولت کمک کنیم، خدمات حقوقی بر مردم به شهروندا ارائه کنیم، کادرهای مسلکی تربیت میشه در انجمن مستقل وکلای مدافع، از نگاه مالی با دولت کمک میکنه و خلاصه یک بازوی قوی برای دولت میشه که در بخش تامین عدالت هم کار خوب بوده میتونه. سپاس از شما بانو تمنا صدیقی، وکیل مدافع. تشکر از شما. سلامت.